سلام، سرخط خبرها. سربازگیری داعش از بحر تجدید فقر در کشور، تجدید توقفهای خسرانه طالبان، بازداشت ستن در غزنی و خودکشی یک جوان به دلیل فقر در ننگرهار. ادامه اخبار شامگاهی از خراسان اینترنشنال. قمی میگوید که سوی استفاده داعش از فقر برای جذب نیرو در کشور بیشتر خواهند شد. در پی ربودن دختران و نظامیان پیشین، آگاهان میگویند که طالبان توقیف های خودسرانه را تجدید کردند. در پی نگرانی از عملات داعش، طالبان تدابیر امنیتی در مساجد کندهار را تجدید کردند. اوچا میگوید که در پی باران های اخیر در کشور 7 تن جان باختند. طالبان 3 تن را به اتهام خوردن روزه در غزنی بازداشت کردند. در ادامه اخراج پناهجویان کشور، 1521 تن در یک روز از ایران به کشور برگشت. یک مقام ایرانی میگوید که بازداشت و اخراج پناهجویان غیرقانونی تا پاکسازی کامل از ایران ادامه دارد. در پی افزایش فقر و بیکاری در کشور، جوانی در ننگرهار خودکشی کرد. اوچا میگوید که بیش از 500 خانه در پی بارندگی های اخیر در کشور تخریب شدند. طالبان از فروش بیش از 6000 قیراط ثمرات پنجشیر با ارزش بیش از 185000 دلار خبر دادند. در پی عملات روسیه 80% از دستگاه های تولید برق اوکراین آسیب دیدند. CNN گزارش داده است که داعش در پی حمله بر اهداف در اروپا است. پوتین فرمان فراخوان 150000 نفر برای سربازگیری در روسیه را امضا کرد. رهبر اپوزیسیون اسرائیل خواهان تغییر دولت از طریق انتخابات زود هنگام شد. در پی باران شدید در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 7 تن جان باختند و 2 سرباز پاکستانی در درگیری با مهاجمان مسلح در گوادر بلوچستان کشته شدند. رویدادهای شامگاهی را از خراسان اینترنشنال دنبال کردید. شامتان بهروز.